با تسلط گروه طالبان بر افغانستان، فقر گسترده در این کشور حاکم شد و نرخ مواد غذایی و سایر اجناس به صورت بی سابقه افزایش یافت. حالا با فرارسیدن ماه رمضان، نرخ مواد اولیه یک بار دیگر اوج گرفته و وضعیت را برای مردم این کشور بیش از پیش وخیم‌تر کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. یعنی که با فرارسیدن ماه رمضان نرخ شماری از اقلام مواد غذایی چند برابر افزایش یافته است. هرچند گروه طالبان اعلام کرده که برای جلوگیری از افزایش نرخ شماری از اقلام مواد غذایی مالیات آنها را کاهش داده است. بر اساس اعلامیه‌ای که وزارت دارایی طالبان منتشر کرده، عوارض گمرکی 6 قلم مواد خوراکی که شامل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بامیه، سیب خورما و هندوانه است را از 17% تا 80% کاهش دادند. این چرا 5.5% دادن؟ کی را دادن؟ کی این طرف دروی تدارده؟ علاوه بر این، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که شماری از افراد طالبان برای کنترل نرخ به بازارها سر می‌زنند و از مغازه‌داران نرخ شماری از اقلام مواد غذایی را می‌پرسند و به آنها هشدار می‌دهند در صورتی که نرخ نامه شهرداری کابل را رعایت نکنند جریمه خواهند شد و مغازه‌شان مسدود می‌شود. اما ظاهراً این اقدامات گروه طالبان چندان کارساز نبوده و شهروندان همچنان از افزایش نرخ مواد غذایی در ماه رمضان شکایت دارند. شهروندان افغانستان می‌گویند که با سپری شدن 10 روز از ماه رمضان نرخ شماری از اقلام مواد غذایی بیش از 2 برابر افزایش یافته است. به گفته آنها نرخ گوجه فرنگی، پیاز، خرما، شکر و آرد در بازارهای کابل نسبت 10 روز قبل به شدت افزایش یافته و شهرداری طالبان نتوانسته است که بر بازار نظارت و نرخ‌ها را کنترل کند. نرخ مواد غذایی در ماه رمضان در افغانستان در حالی افزایش یافته که مردم این کشور با فقر شدید و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، میزان افراد نیازمند در افغانستان به شدت در حال افزایش است و در حال حاضر بیش از 28.3 میلیون نفر در این کشور برای گذران زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. افزایش نرخ مواد غذایی به ویژه زنان بی سرپرست را با مشکلات جدی مواجه کرده و بسیاری از آنها نگران تهیه نان شب فرزندان خود هستند. افزایش فقر، بیکاری و عدم کنترل بر نرخ اجناس و مواد غذایی باعث شده که بسیاری از شهروندان افغانستان با مشکلات جدی مواجه شوند و شماری از آنها در ماه رمضان حتی توانایی خرید 1 قرص نان را از دست بدهند. علی اکبری، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر جوانب این موضوع، بصیر عبادی، فعال رسانه‌ای از شهر کابل، پایتخت افغانستان، با ما هستند. جناب آقای عبادی، سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما در خدمت. گزارش دریافتی از افغانستان حاکی از گرانی بی سابقه مواد غذایی داره. لطفاً علت این مسئله رو بیان کنید. بله، عرض شود که افغانستان یک کشور وارداتی است که اکثر اقلام مواد خوراکی و یا غذایی را از بیرون از افغانستان وارد میکنه و یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازارهای افغانستانی است که تعرفه گمرکی در گمرکات افغانستان افزایش یافته. برخلاف این که حکومت سرپرست مدعی است به ما تعرفه شمار از اقلام سبزیجات و یا مواد خوراکی را پایین آوردیم، متاسفانه هنوز این اقدام حکومت سرپرست هیچ تأثیری در بازارهای کابل یا افغانستان نداشته
مواد خوراکه و سبزیجات همچنان به قیمت بسیار بالا به فروش میرسه که اکثر شهروندان افغانستان و یا باشندگان کابل توان خرید مایحتاجشان نداره از بابت. و دلیل دیگه ای است که آنچه که حکومت سرپرست و مالیات سنگین بر اصناف و دکانهایی که مواد خوراکه مصروشه وضع کرده و این تأثیر گذاشته بر از که باید دکاندارها و یا فروشندگان مواد خوراکه مواد غذایی و را به قیمت بالا بفروشه، چون در غیر آن آنها به ضررشان تمام میشه. وضع مالیات سنگین از دلیل دومی است که منجر به قیمت به افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان شده. گرانی فعلی به ویژه در ماه مبارک رمضان چه تأثیر بر زندگی شهروندان افغانستان گذاشته؟ هرچند افغانستان پس از 20 ماه و یا پس از تحول اخیر دچار یک افت بسیار شدید اقتصادی شده و مردمش در یک وضعیت بسیار وخیم اقتصادی به سر میبره، اما متاسفانه که در ماه مبارک رمضان بیشتر مردم دچار ضعف خرید مواد غذایی و خوراکه هست، که چون شما میدانید که در افغانستان فقر و بیکاری همزمان به وجود آمده و هیچ کس توان خرید مواد غذایی را نداره. حتی ما گزارش هایی را امروز از بازار جمع‌آوری کردیم که اکثر خانواده ها و فامیل ها بدون خوردن سحری روزه میگیره و این بسیار دردآور است و هیچ شغل هم وجود نداره در اینجا که شهروندان افغانستان از این طریق بتونه و مواد خوراکه برشان تهیه بکنه، چون بیکاری مطلق در افغانستان فعلا حاکم است و مردم توان خرید نداره. ناگزیر این وضعیت بر زندگی مردم به خصوص در ماه مبارک رمضان تاثیر بسیار ناگوار و ناخوشایندی داره که زجردهنده است. ممنونم از شما. بصیر عبادی از شهر کابل پایتخت افغانستان با ما همراه بودند.